وزیر امور خارجه روسیه آمریکا رو متهم کرده که از شورشی های سوریه دفاع میکنه و حمایت میکنه. چندی پیش هم مشاور آیت الله خامنه ای از جنگ جهانی در سوریه خبر داده بود. آقای ولایتی گفته بود که در سوریه یه جنگ جهانی کوچیکی در جریانه و همه احساس خطر میکنن از جمله روسیه و چین. از شما میخواستم بپرسم که آیا این نظر آقای ولایتی با توجه به این اظهارات وزیر امور خارجه سوریه که به آمریکا هشدار داده بود صحت داره یا خیر؟ البته به معنای جنگ جهانی کوچک نه، ولی به معنای زورآزمایی و تسویه حساب چرا؟ یعنی در واقع در صحنه‌ای که ما مشاهده می‌کنیم باید ببینیم هر کدوم از طرف‌های که به این مسئله توجه دارن چه مصالحی رو دنبال می‌کنن و پیروزی یا شکست رژیم سوریه چه تأثیری در وضعیت اونا و آینده منطقه داره. خب اینطور اگر نگاه بکنیم به طور طبیعی می‌بینیم که در یک طرف جمهوری اسلامی و روسیه و تا حدودی چین ایستادن و عراق هم به دنبال جمهوری اسلامی کشیده شده و در طرف دیگر ایالات متحده، متحدان غربیش، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه قطر رو داریم. بنابراین از این نظر بله، صحنه ایست که در واقع این نیروها به طور غیر مستقیم دارن با هم نبرد میکنن، اما هر کدوم به نظر من به دنبال مسئله دیگری هستن. یعنی روسیه به دنبال امتیازه، به دنبال اینه حالا که لیبی و عراق رو از دست داده، از دست دادن سوریه چه امتیازاتی رو میتونه در برابرش به دست بیاره. به معنای دیگر آیا اون جایگاه ویژه‌ای رو که در سوریه داشته حفظ خواهد کرد؟ اپوزیسیون سوریه در دیداراشون با روسیه تلاش کردن بهش اطمینان بدن قصد برهم زدن روابط ویژه رو ندارن، اما روس‌ها بیشتر منتظرن این ضمانت رو از امریکا بگیرن. در این حال یه عده‌ای هم در روسیه هستن که به نظرم خود آقای پوتین هم در رأس اونا قرار داره و اینا معتقدن سوریه یه جایگاهی است که اگر اونها ببازن پشت اون ایران رو خواهند باخت و این تصور براشون بسیار نگران کننده است. از سوی دیگر دست و بال غرب هم چندان باز نیست، بسته است و الان نماینده عربستان سعودی آقای معلمی در سازمان ملل خواستار این شده که حالا که شورای امنیت نمیتونه کاری بکنه موضوع سوریه رو به مجمع عمومی ببرن، شاید در اونجا بتونن مسئله فصل هفتم رو جا بیاندازن. و در طول 48 ساعت اخیر با توجه به شدت گرفتن درگیری ها در داخل شهرها صداهای اینجا و اونجا از جمله امریکا میشنویم و همینطور بریتانیا که موضوع برقراری منطقه امن رو به طور جدی مورد بررسی قرار دادن، به ویژه که ارتش آزاد موفق شده در نقاط مرزی سوریه با ترکیه و عراق در نقاطی کنترل رو به دست بگیره و همین زمینه باعث میشه که اینا بتونن از طریق همین منطقه کمک بفرستن و در این حال این مناطق رو به عنوان مناطق حفاظت شده مورد حمایت قرار بدن و اجازه ندن که نیروی هوایی سوریه بتواند از آسمان بکوبه و از بین ببره و به غیر نظامیان این همه آسیب برسونه. مطلع هستین حتما که نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم به تازگی خود اسرائیل رو متهم کرده در عملیات تروریستی که اخیراً صورت گرفته بود علیه یهودیان. شما فکر میکنین که در این جنگ بین روسیه و غرب چه اتفاقی برای رابطه ایران و اسرائیل خواهد افتاد؟ اسرائیلیان نگرانن که اسلحه کشتار جمعی سوریه دست حزب الله نیفته، یا به هر حال اونا میدونن ایران هم نمونه های از این سلاح‌ها رو داره، بنابراین زیاد نگران ایران نیستن چون اونجا یک حدیث دیگری است. ولی به دست حزب الله افتادن خط قرمزی است که اسرائیل تحمل نخواهند کرد، به ویژه که در روزهای اخیر ارتش آزاد گزارش‌هایی داده مبنی بر این که مقدار زیادی از سلاح‌های کشتار جمعی به فرودگاه‌ها و پایگاه هوایی سوریه منتقل شد. اینا همه برای اسرائیل نگران کننده است و اسرائیلی‌ها به هر حال تهدید کردند که اگر حس بکنن این اسلحه میخواد از سوریه خارج بشه واکنش نشون خواهند داد. اونا بیشترین نگرانیشون همینه. من گمان نمی‌کنم این درگیری‌های لفظی بین بعضی از مقامات جمهوری اسلامی و اسرائیل هیچ نوع تغییری در صورت مسئله میده یا خطر جنگ رو افزایش میده. نه، اسرائیلی‌ها خودشون تا چندین ماه عامل بقای بشار اسد بودن،
یعنی اونا میگفتن گرگی رو که میشناسیم ترجیح میدیم به کسانی که بعدن میان و از اونا آگاهی نداریم. پدر و پسر 40 سال مرزهای ما رو آرام نگه داشتند و بنابراین الان اسرائیلی‌ها نگران هم هستن، چون میگن اگر بشار بره چه کسی جاش میاد. تمام نشانه‌ها حاکی است که هم شورای ملی هم گروه‌های دیگر گفتن جزء اولین مسائلشون تلاش برای رفع اشغال جولان خواهد بود، در حالی که دولت سوریه توجه زیادی الان به این مسئله نداره، حتی نیروهاش رو از جولان آورده تو شهر که مردم رو از بین ببره. من زیاد فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی و اسرائیل الان در یه شرایط مختلفی قرار گرفتن. به هر حال اسرائیل الان دریافته که شکست رژیم سوریه و خارج شدن اسد برای جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگینی است و اون منافعی که بودن اسد براشون داشته، این منافع چندین برابر خواهد شد اگر جمهوری اسلامی از دستیابی به راه امن به لبنان در واقع از دستیابی محروم بشه و نتواند اسلحه و کمک به حزب الله برسونه، چون سقوط رژیم بشار باعث تغییرات اساسی در وضع سیاسی لبنان خواهد شد که به مصلحت و نفع جمهوری اسلامی نیست. شما اشاره کردین به نیروهایی که ممکنه بعد از بشار اسد در سوریه قدرت بگیرن. امروز خبرگزاری فرانسه یک خبری رو اعلام کرده که یک سری از افراد جهادی در جنگ سوریه حضور دارن. شما فکر میکنین این افراد که غالبا از کشورهای مثل الجزایر و مراکش و عربستان و این کشورهای عربی هستن، واقعا این از طرف کی حمایت میشن و بعدن چطور میشه اینها رو جمعشون کرد؟ ببینید، اولا این مسئله که میگوین سعودی ها از سلفی ها یا القاعده حمایت میکنن یا قطری ها، این یک افسانه است و اصلا معنی نداره، برای که خود سعودی ها درگیرن با القاعده به صورت گسترده. نیروهای اسلامی مثل اخوان المسلمین یا تو این گروه ها، اینا احتمالا از کمک برخوردارن. قطری ها به خصوص در این زمینه، این طرح روی کار آمدن اسلامیون معتدل از اون طرحهایی است که آمریکا با همکاری قطر داره دنبال میکنه و کمک میکنه. ولی اینی که در سوریه الان تروریست های القاعده دارن میجنگن، در واقع سوریه کشوری بودی که از این تروریست ها سالها استفاده کرده و اونا رو به عراق فرستاده. سفیر سوریه آقای فارسی در بغداد اعلام کرد که به عنوان استاندار استان مجاور عراق، صدها تن از تروریست های القاعده رو به عراق فرستاده. حالا سوریه نمیتونه امروز مدعی بشه کسانی که خودش پرورده و کمک کرده جلوش اسلحه گرفتن. نه، من اینو باور ندارم و همچنان معتقدم رژیم سوریه پنهانی از القاعده حمایت کرده و این سر و صدا را فقط میکنن غربو بترسونن که اگر ما بریم القاعده تو سوریه روی کار میاد، در حالی که سوریه یمن نیست و شرایط زندگی مردم، نوع اندیشه مردم، جامعه مدنی قدرتمند هیچ کدوم مجالی به القاعده نخواهد داد که نقشی در سوریه داشته باشه. خیلی ممنونم از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل مقیم لندن.